چرا نباید این گوشی یعنی گلکسی زد فولد 6 سامسونگ رو بخرید و به جاش باید چه گوشی بخرید؟ من سیمین هستم و توی این ویدیو میخوام خیلی سریع گوشی رو بررسی کنم، بهتون بگم که چه مزایایی و معایبی داره، برای چه کسایی خوبه و کیا نباید سراغش برن. با ادامه ویدیو همراه من باشید. شیش در مقایسه با نسل قبلی خودش یعنی زد فولد 5 تغییرات انگوش شماری داشته و تو بخش طراحی تغییرات محسوسش خیلی کم بوده. یه تغییر مثبتش این بود که وزنش به شکل محسوسی کم شده و حالا با یکم ارفاق میتونیم بگیم که معادل گوشی‌های غیر تاشوی سنگین وزنه. تغییر مثبت دیگه اینه که فریم آلومینیوم دورش حالا یکم پیشرفته تر شده و مقاومت بهتری در برابر افتادن و این داستان ها داره. تغییر اساسی دیگه این بود که برای اولین بار تو گوشی سری فولد در برابر گرد و غبار و شن و ماسه هم تا یه حدی مقاومت داره، در برابر آب هم که طبیعتا مقاومه مثل نسل های قبلیش. به غیر از اینا فولد 6 از نظر طراحی فرق خاصی با نسل قبلیش نکرده و ابعادش هم تقریبا همون شکلیه. تو لبه سمت راستش کلیدهای تنظیم صدا و پاور رو داریم که البته سنسور اثر انگشتم با کلید پاور یک پارچه شد و انصافا هم سرعت و دقت خیلی خوبی داره. تو لبه سمت چپ وقتی که گوشی باز باشه شیار سیم کارت ها رو داریم. تو لبه بالایی هم یه بلندگو قرار گرفته و میکروفون های هست به نویز و تو لبه پایینی هم یه بلندگو دیگه، پورت USB-C و میکروفون مکالمه. بلندگوهای این گوشی صدا رو به صورت استریو پخش میکنن و انصافا هم بلندی خوبی دارن. حالا کیفیتشون در سطح یک گوشی معمولیه، ولی خب یه نکته وجود داره که اگر بخواید از گوشی در حالت باز استفاده کنید، مثلا بخواید با گوشی بازی کنید، احتمال اینکه دستاتون دو تا بلندگوها رو مسدود کنه خیلی زیاده. خب اگه حواستون هم باشه و بخواید این اتفاق نیفته، باید کثیف شدن دوربین ها رو به جونتون بخرید که خب هیچ کدومش نمیتونه خیلی واسهتون جذاب باشه. یه چیزی هم که در مورد طراحی این گوشی به شدت رو اعصابه اینه که خیلی خیلی لغ میزنه، یعنی فرق نداره تو حالت باز یا بسته ازش استفاده کنین، تو هر حالت خیلی لغ میزنه و تو اصلا میتونه کاری باهاتون نداشته باشه و خودش یه جور نشسته باشه و لغ بزنه که از این نظر واقعا عجیبه. نمایشگر داخلی از فولد 6 کماکان 7.6 اینچیه، ولی خب امسال LTP و داینامیک آمولد 2X شده که خب این خبر خوبیه. به غیر از این مشخصات نمایشگر تغییرات خاص دیگه ای نکرده. کماکان نمایشگر خیلی با کیفیتیه، جنس رنگ‌ها رو خیلی قشنگ نمایش میده و به واسطه ابعاد بزرگی که داره برای تماشای فیلم و ویدیو و این داستان ها خیلی گزینه ایدئالیه. ولی خب کماکان این فرو رفتگی وسط نمایشگر حس میکنم که در مقایسه با نسل قبلیش برخلاف سری فلیپ تغییری نکرده و یکم رو اعصابه، هرچند که بعد یه مدت بهش عادت میکنید. نمایشگر بیرونی دستگاه ولی یک کوچولو بزرگتر شده و اون هم LTPO شده. از نظر کیفیت خیلی نمایشگر خوبیه. جفت نمایشگرها 120 هرتز هم از این نظر برای بازی و این داستان ها به یه گزینه خیلی ایدئال هست. حالا یکم نسبت ابعاد این نمایشگر بیرونیه مثل گوشی های معمولی نیست و یکم بلندتر از حد معموله، ولی خب کارتون رو تا حد زیادی را میندازه. نکته ای که وجود داره اینه که سامسونگ گفته بود این نمایشگرها نرخ نوسازیشون از 1 تا 120 هرتز که خب مثل زد فلیپ 6 ما تست کردیم و دیدیم از 24 هرتز پایین تر نمیاد. اما خب با تمام این تفاصیل هر دوتا نمایشگر کیفیت خیلی خیلی خوبی دارن و در سطح یک گوشی پرچم‌دار از برند سامسونگ هستن. سخت افزار اصلی ترین نقطه قوت این گوشی در مقایسه با نسل قبلیشه. زد فولد 6 حالا به اسنپدراگون 8 نسل 3 مجهز شده که خب یک تراشه پرچم‌دار از برند کوالکوم. تو تست های بنچمارک زد فولد 6 امتیازات خیلی خوب و در سطح یک گوشی پرچم‌دار رو کسب کرد. واسه استفاده روزمره طبیعتا این سخت افزار خیلی خوبیه. 12 گیگابایت حافظه رم داره تو نسخه پایه 256 گیگابایت، حافظه داخلی داره تو نسخه بالاتر 512 گیگابایت یا 1 ترابایت. امکان پشتیبانی از کارت حافظه هم که طبیعتاً براش در نظر گرفته نشده. به واسطه نمایشگر داخلی بزرگی که این گوشی داره بازی کردن باش واقعاً حال میده و خب به واسطه سخت افزاری هم که داره میتونید جدیدترین بازی ها رو با بالاترین سطح کیفیت روش اجرا کنید، ولی خب از داخلی این گوشی نباید غافل شید، هرچند که سامسونگ سیستم خنک کننده این گوشی رو ارتقا داده، ولی خب کماکان اگر بخواید بلند مدت از گوشی استفاده کنید اون داغ شدنه یکم رو اعصابتون میره.
این گوشی با روابط کاربری وانیو 611 بر پایه اندروید 14 راهی بازار میشه. هر سال آپدیت اندروید و هر سال آپدیت امنیتی رو دریافت میکنه که از این نظر فوق‌العاده است. به واسطه تاشو بودنش یه سری از امکانات به صورت اختصاصی برای زد فولد 6 عرضه میشه که خب قابلیت‌های جالبی هم هستن. حالا یه سری از قابلیت‌های هوش مصنوعی هم که سامسونگ خیلی روشون تو مراسم رونمایی از این گوشی مانو افتاد هم فعلا به صورت انحصاری برای این گوشی و زد فلیپ 6 عرضه شدن که خب توی بررسی زد فلیپ 6 به وفور در موردشون توضیح دادیم. میتونید برید اون ویدیو رو ببینید. اون چیزی که رابط کاربری این گوشی رو با زد فلیپ 6 متفاوت میکنه قابلیت های مولتی تاسکینگ هستش که به لطف نمایشگر بزرگش میسر میشه. کلن اگه با گوشی سامسونگ کار کرده باشید نرم افزار این گوشی واسهتون خیلی آشناه. حالا میگم یه سری از قابلیت ها به خاطر تاشو بودنشون به صورت اختصاصی برای زد فولد 6 عرضه میشن که اونها هم سرگرمی خاص خودشون رو دارن، کار کردن باهاشون انصافا جالبه. یکی از بخشایی که در حین بررسی این گوشی ناامید کننده ظاهر شد دوربین این گوشی بود. سامسونگ امسال هیچ تکونی به دوربین های این گوشی نداد و دقیقا همون چیزی که زد فولد 5 بودن رو کپی پیست کرد روی این گوشی. سنسورها تغییر خاصی نکردن. کیفیت عکس ها و فیلم ها هم به همین ترتیب. فقط ما به یه باگ عجیبی هم خوردیم که در حین فیلم برداری تو حالت عادی امکان سویش کردن بین دوربین ها وجود نداشت که در نوع خودش عجیب بود این قضیه. دوربین های اصلی این گوشی به خصوص این سنسور 50 مگاپیکسلی تقریبا تو همه محیط ها میتونه عکسای خوب با کیفیتی ثبت بکنه، ولی خب دوربین فوق عریض به خوبی دوربین اصلی عمل نمیکنه. تو محیط های شب عکساش یکم با نویز همراهه، حتی تو حالت نایت مود. زوم سیکس هم که به لطف دوربین تلفوتو میسر میشه کیفیت خوبی داره و عکس رو به نسبت دوربین فوق عریض بهتر ثبت میکنه. دو تا دوربین سلفی برای این گوشی سامسونگ در نظر گرفته. یه سنسور 10 مگاپیکسلی تو نمایشگر بیرونی که کیفیت خوبی داره. خوب واسه این میگم که پیشرفتی در مقایسه با نسل قبلی نداشته، چیزی که ما دوست داشتیم حداقل توی این گوشی میبینیم. اما ناامیدکننده ترین بخش ماجرا اون سنسور 4 مگاپیکسلیه که زیر نمایشگر داخلی گوشی قرار گرفته و واقعا کیفیت بدی داره. اصرار سامسونگ برای استفاده از این دوربین زیر نمایشگر واقعا به نظرم بی‌دلیله، به خاطر اینکه کیفیتش قابل مقایسه با دوربین‌های دیگه این گوشی نیست، مخصوصا وقتی شما این موضوع رو در نظر بگیرید که زد فولد 6 یه گوشی پرچم داره. به صورت کلی عکس‌ها و فیلم‌هایی که با دوربین‌های گوشی زد فولد 6 ثبت میشه به غیر از اون دوربین سلفیه در نوع خودشون قابل قبولن. قابل قبول بهترین توصیفیه که میتونیم برای اونها داشته باشیم، به خاطر اینکه فولد 6 یه گوشی پرچم داره و انتظار داشتیم که دوربین‌هاش هم در سطح یه گوشی پرچم دار عمل کنن. اینم نمونه فیلم دوربین سلفی داخلیه گوشی فولد 6 هست، سنسور 4 مگاپیکسلی که همینجوریش خیلی بد داره فیلم میگیره، واقعا کیفیت خوبی نداره. و یه چیز دیگه هم که الان دارم میبینم اینه که من پایین گوشی رو که میگیرم جلوی بلندگو رو میگیره و واسه همین گوشی رو به یک حالت دیگه گرفتم. انصافا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که با این کیفیت فیلمش قابل استفاده باشه، چون خیلی خیلی نویز داره. باتری یکی دیگه از این بخشاییه که سامسونگ تصمیم گرفت تو نسل جدید سری فولد دست بهش نزنه، همون باتری رو با همون ظرفیت واسه این گوشی استفاده کنه. از نظر عملکرد باتری این گوشی در مقایسه با نسل قبلیش تغییر خاصی نکرده، یعنی حتی نمیتونم بهتون بگم که به واسطه پردازنده جدید عملکرد باتریش بهتر شده، چون تستای بنچمارک چنین موضوعی رو نشون نمیدن. با یک استفاده روزمره و معمول شاید بتونید یک روز از این گوشی استفاده کنید. البته اگر بخواید از نمایشگر داخلی این گوشی زمان زیادی رو استفاده کنید، بازی کنید، از دوربین استفاده کنید، زیر یک روز هم میتونید شارژ این گوشی رو خالی کنید، مثل همون کاری که من کردم. زد فولد 6 هم متاسفانه کماکان فقط از شارژر 25 وات پشتیبانی میکنه که توی جعبه‌اش هم قرار نداره. سرعت پایینی واسه شارژ، بیشتر از یک ساعت برای شارژ کاملش به زمان نیاز دارید. مثل نسل قبلیش از شارژر میسیم و معکوس هم پشتیبانی میکنه، ولی کماکان 25 وات انقدر ناامید کننده است که به بخشای دیگه نمیپردازین اصلا. اما برگردیم به چیزی که اول ویدیو گفتم، یعنی چرا نباید زد فولد 6 رو بگیریم و به جاش باید چیکار کنیم. دلیل اصلیش اینه که این گوشی در مقایسه با نسل قبلیش تغییرات خیلی کمی کرده. یعنی مثلا اگر سخت افزارش صرف نظر کنیم که خب به واسطه نسل جدید ارتقا پیدا کرده، تغییرات دیگه واقعا جزئی بودن.
و در این حال سامسونگ اومده این گوشی رو $100 در مقایسه با نسل قبلیش گرون‌تر کرده که خب این اصلا توجیه نداره. الان که داریم بررسی رو ضبط می‌کنیم زدفون 6 تو بازار ایران تقریبا 100 میلیونه و خب اگر بخواید یک گوشی پرچم‌داری داشته باشید که از پس اجرای هر کاری بر بیاد، S24 اونطور گزینه خیلی جذابیه که 40 میلیون از این گوشی ارزون‌تره. قلمم داره و نیازی نیست قلم ویندوز هاشو جدا خریداری کنید. اصلا نه میتونید به سراغ پرچم‌داری برندهای دیگه برید و اونا رو با قیمت کمتری نسبت به زد فولد 6 خریداری کنید. نکته مهم دیگه اینه که وقتی شما 100 میلیون پول یک گوشی میدید، انتظار دارید که حداقل دوربینش در سطح یک گوشی پرچم‌دار باشه که خب زد فولد 6 این امکان رو براتون فراهم نمی‌کنه. اما اگر نه میخواید حتما یک گوشی تاشو داشته باشید که در اندازه یک تبلت باشه تو جیبتون جا بشه، زد فولد 6 میتونه گزینه خوبی براتون باشه. اما خب کمکم باید اینو پس ذهنتون داشته باشید که برندهای دیگه هم گوشی تاشوی مثل فولد دارن که احتمالاً قیمتشون از این گوشی پایین تره. اگر هم میخواید قابلیت های هوش مصنوعی که سامسونگ برای این گوشی ارائه کرده رو به صورت اختصاصی در اختیار داشته باشید، بازم فولد 6 براتون انتخاب مناسبی میتونه باشه. در نهایت اگر 100 میلیون پول دارید و میخواید خرج این گوشی خاص و متفاوت بکنید، باز هم این گوشی انتخاب خیلی خوبی براتونه. اما به ما بگید اگر 100 میلیون پول داشتید شما به سراغ این گوشی میرفتید یا ترجیح میدادید با پولتون چیزای دیگه بخرید؟ اصلا چی میخریدید با 100 میلیون؟ تو کامنت ها برامون بنویسید. مرسی که ویدیو بررسی زد فولد 6 پرو تا انتها تماشا کردید. اگه از اون خوشتون اومد لایکش کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. یادتون نره که برای حمایت از ما میتونید کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و زنگولش هم فعال کنید. اگر هم میخواید تو جریان جدیدترین اخبار دنیای تکنولوژی و سخت افزار قرار بگیرید، مجله سخت افزار رو هر روز مطالعه کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.